اعمال مهم و پرفضیلت آخر ماه رجب. ماه رجب یکی از ماه‌های پرفضیلت می‌باشد که اعمال خاصی برای آخر ماه رجب از زبان ائمه معصومین علیهم السلام بیان شده است. ماه رجب یکی از ماه‌های حرام و پرفضیلت قمری است، چنانچه پیامبر در فضیلت این ماه می‌فرمایند: رجب ماه گرامی خدا است که در آن باران رحمتش را بر سر و روی بندگانش می‌ریزاند. کتاب عیون الاخبار الرضا، جلد اول، صفحه 71. اعراب این ماه را حتی از دوران پیش از اسلام بزرگ می شمردند و از جنگ در آن پرهیز می کردند. تمام روزهای ماه رجب پرفضیلت هستند و برای هر یک اعمال جداگانه سفارش شده است. در این ویدیو اعمال آخر ماه رجب را آورده ایم. لطفاً با ما همراه باشید. نماز آخر ماه رجب. روایت شده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در بیان نماز آخر ماه رجب می‌فرمایند: هر کس در آخر ماه رجب 10 رکعت نماز بخواند که در هر رکعت سوره حمد را 1 مرتبه و سوره توحید را 3 مرتبه و سوره کافرون را 3 مرتبه بخواند و پس از سلام نماز دستهایش را به سوی آسمان بلند کند و این ذکر را بگوید: و بعد از این ذکر دستهایش را به صورت بکشد و حاجتش را از خداوند بخواهد، دعای او مستجاب می شود و خداوند بین او و جهنم 7 گودال فاصله بیندازد که اندازه هر گودال به اندازه فاصله آسمان تا زمین است و به ازای هر رکعت 1000 رکعت برایش نوشته شود و برای او گذر از صراط و دوری از جهنم تضمین می شود. سلمان می گوید: هنگامی که کلام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به پایان رسید، به حالت گریه به سجده افتادم و خداوند را شکر نمودم که این حدیث را از پیامبر شنیدم. کتاب اقبال الاعمال، جلد 3، صفحه 285. غسل کردن. غسل شب نیمه و روز 27، یعنی روز مبعث و آخر رجب، مستحب است. دادن صدقه. نقل شده در مجلسی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ارزش و فضیلت های بی‌مثال روزه در ماه رجب را بیان می فرمود، ابو سعید خدری از حضرت پرسید: ای پیامبر خدا، اگر کسی به خاطر ضعف یا بیماری یا عذر شرعی توانایی روزه نداشته باشد، برای اینکه به آنچه شما وصف نمودید برسد، چه کار می تواند بکند؟ حضرت فرمود: هر روز از ماه رجب 1 قرص نان یا 1 وعده غذا به فقرا صدقه بدهد. قسم به آن که جانم به دست اوست، اگر در هر روز این ماه چنین صدقه‌ای بدهد و فضیلت هایی که برای روزه ماه رجب گفتم بلکه به بیشتر از آن خواهد رسید. کتاب وسایل الشیعه، جلد 10، صفحه 483. حضرت علی علیه السلام نیز می فرمایند: هر کس در ماه رجب به خاطر خداوند صدقه بدهد، خداوند در روز قیامت در بهشت با چنان ثواب او را اکرام می نماید که نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده و نه بر خیال خطور کرده باشد. از برخی روایات به دست می آید که صدقه در ماه رجب به تنهایی ارزش بسیار بالایی دارد. روزه گرفتن در آخر ماه رجب. سالم می گوید: چند روز از ماه رجب مانده بود که به خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم. چون نظر مبارک آن حضرت بر من افتاد، فرمود: آیا در این ماه روزه گرفته ای؟ گفتم: نه به خدا، ای پسر رسول خدا. فرمود: آنقدر ثواب از دست داده ای که اندازه آن را کسی جز خدا نمی داند. به یقین این ماهی است که خدا آن را بر ماهای دیگر فضیلت داده و احترام آن را عظیم نموده و گرامی داشتن روزداران این ماه را بر خود واجب نموده است. گفتم: یبن رسول الله، اگر در باقی مانده این ماه روزه بدارم، آیا به بخشی از ثواب روزداران آن نایل می شوم؟ فرمودند: ای سالم، هر کس 1 روز از آخر این ماه را روزه بدارد، خداوند او را از سختی سکرات مرگ
و از هراس پس از مرگ و از عذاب قبر ایمن می نماید و هر کس دو روز آخرین ماه را روزه بدارد به آسانی از صراط می گذارد و هر کس سه روز از آخر این ماه را روزه بدارد از وحشت بزرگ روز قیامت و از سختی های آن روز ایمن می شود و آزادی از آتش دوزخ را به او عطا می کنند. امام رضا علیه السلام می فرمایند هر کس روز آخر ماه رجب را روزه بگیرد خداوند گناهانش را می آمرزد. امام کاظم علیه السلام فرمودند رجب ماه بزرگی است که حسنات در آن دو برابر و گناهان در آن محو می شوند. هر کس یک روز از ماه رجب را روزه بگیرد به اندازه مسیر 100 سال از جهنم دور می شود و کسی که 3 روز از ماه رجب را روزه بگیرد بهشت بر او واجب می شود. کتاب بهار الانوار جلد 94 صفحه 37. و نیز پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند براستی در بهشت قصری است که جز کسانی که ماه رجب را بسیار روزه داشتند در آن راه نمی یابند. کتاب بهار الانوار جلد 94 صفحه 47. گفتن ذکر و صلوات فرستادن. و باز در جای دیگر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند صلوات فرستادن شما بر من دعای شما را مستجاب می گرداند و مایه پاکیزگی اعمال شما است.